صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الأوطان. صلى الله عليك يا مولاي يا شهيد العطشان. صلى الله عليك يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك خصوصا أخيك بالفضل العباس وأختك الحوراء زينب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خون که دیده چسون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على اعدائهم لا سيما فلان وفلان وفلان. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان محترم، شما فاطمیان و شما عزاداران حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. بله، همونطور که میدونید شام آخر دهه فاطمیه هستیم. دهه فاطمیه گذشت، بلکه عمر ما طی شد. خوش به حال کسانی که سرافرازن نزد بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، اعضای مادرش صدیقه طاهره را به شایستگی برپا کردند
البته این کلمه به شایستگی که عرض میکنم حسب ظرفیت خودمون هستش. اندازه مصیبت خیر، یعنی کسی درک اون مصیبت نمی کند که بتواند حقش را ادا کند. این اول کلام و ختم کلام. مصائب حضرات اهل بیت، مصائب آقا سید الشهدا، کسی درک آن را ندارد که بخواهد حقش را ادا کند. ربما اندازه ظرفیت خودمون و توان خودمون هرچه داریم در طبق اخلاص میگذاریم و خدمت حضرات اهل بیت عرضه میکنیم به عنوان ران ملخی که نزد سلیمان برده باشیم انشاءالله. ولی خوشا به حال شما که هر طوری شده است، همان گونه که حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف خواستن این ایام را سپری کرده. بله یکی دو شب دیگر هم عزادار هستیم، اون به مناسبت شهادت حضرت ام البرین صلوات الله علیه هستش. تأکید میکنم بر لغت شهادت، چون نقل و خبری که به ما رسیده است و در کتب شرح حال بی بی دو عالم ام البرین صلوات الله علیه ذکر شده است که حضرتش را به وسیله عسل مسموم کردن و مسمومه به شهادت رسیدن که بماند انشاءالله در وقت خودش خواهیم عرض کرد. به هر عنوان امشب شب آخر فاطمی هستش و این عبارتی که بعضا شنیده می شود در مجالس گفته می شود که شب مزده است، ما این حرف را نمی گوییم، حداقل بنده نمی گویم، چون مزد را کسی می گیرد که کاری کرده باشد. ما کاری نکرده ایم، اگر هم چیزی بوده از تکلیف است و وظیفه، هیچ طلبی در قبالش از حضرات اهل بیت علیهم افضل الصلاة و السلام نداریم. همونطور که میدونید این شبها یعنی حدود 20 شب است که ما در خطبه بی بی دو عالم صدیقه طاهره کلمات بی بی برای زنان مدینه سخن گفتیم و امشب به مدد آقا قمر بنی هاشم تمام میشود. و اگر خاطرتون باشه از اول کلمات و شروع این مبحث از حضرتش مدد خواستیم که مددمون کند. کلام بی بی رسید به اینجا که حالا که اینطور عمل کردید و حق را از جایگاه خودش رد کردید و به کسی که ناحق بود تحویل دادید و تسلیم او شدید، ببینید چه بر سر شما می آید. و مسلمانانی که لاحقا به شما می رسند و شرح حال شما را می بینند، شما را مؤاخذه می کنند چرا اینگونه کردید در صدر اسلام. بله تا کلمات بی بی و ابشروا بسیف صارم، شمشیر برنده بین شما خواهد آمد که گفتیم، و سطوت معتد غاشم، اینها را عرض کردم خدمت شما که بر شما مسلط می شوند کسانی که جمع شما را متشتت می کنند، شما را از هم می پاشونند، شما را از بین می برند، غنیمت ها را برای خودشان خرج می کنند، حق شما را از بیت المال نخواهند داد. و تصریح صدیقه طاهره صلوات الله علیه هستش. حالا که شما راه را گم کردید، ببینید قد عمیت علیکم، چشم شما پوشیده شد. حالا اگر به مجهول خونده بشد بهتر است، عمیت چشم شما را بستن، یعنی بینش شما را از شما گرفتند، پوشاندن حق را بر شما. این حرف یک کمی ترس ما را بیشتر میکنه، یعنی اگر پوشش چشم را بی بی اشاره کند، حتی در یک کلمه میگم شرحش نمیدم، باشد در مقام خودش، حتی قاصر را هم شاید در بر بگیرد. این کم سخت میشه، یعنی بر قاصر از تحقیق باید برود و حقیقت را بیابد. خب تا کلمات بی بی الزمو کن و انتم لها کارهون، به آیه قرآن سوره هود آیه 28 استناد کردن، تا اینجا قال سوید ابن غفله، یکی از روات، فاعادت النساء قولها علیها سلام على رجالهن، زنها رفتن حرفهای صدیقه طاهره را برای همسرانشون گفتن، بازگو کردن که دختر رسول خدا چنین گفت و چنان گفت. فجاء الیها قوم من وجوه المهاجرین والانصار معتذرین، ببینید تاریخ را، وجوه یعنی بزرگان مهاجر و انصار آمدن نزد بی بی و عذرخواهی کردن. اینانی که میگوید اجتماع مسلمانان بر امر خلافت و غصب خلافت واقع شد، کدوم اجتماع؟ مهاجرین و انصار آمدن عذرخواهی کردن که ما این اشتباه را انجام داده ایم. ببینید معتذرین و قالو، گفتن، آمدن عذرخواهی کردن، یا سیدت نسا
لو كان أبا الحسن ذكرنا هذا الأمر من قبل لن نبرم العهد. اگر ابا الحسن قبلا به ما گفت و بهانه آوردن، بونه آوردن به قول ما، توجیه کرده. اگر علی قبلا به ما گفته بود که ما نمی رفتیم بیعت کنیم با ابی بکر و نحکم العهد، دیگه پیمان بستیم، پیمان بستیم. اگر مگر نگفت امیرالمومنین، مگر نگفتن صدیقه طاهر، مگر نگفت رسول خدا، چرا بهانه می آورید؟ بله، تا اینجا شروع کردن اشکال تراشی. بیبی دو عالم جوابی دادن که واقعا این جواب جا دارد که آنها که این جواب را شنیدن بمیرند، بمیرند از تأسف. فقالت علیها السلام الیکم عنی، برید از جلوی من، نمیخواهم شما را ببینم، دور شید از نزد من. حالا که این طور کردید نمیخواهد اسمت الله کبرا شما را ببیند اصلا، بروید. فلا عذر بعد تقدیرکم، هیچ عذری از شما پذیرفته نمیشه، چون حجت تمام شده، هیچ عذری از شما پذیرفته نمیشه. ولا امر بعد تقصیرکم، حالا که تقصیر کردید، کوتاهی کردید، کم گذاشتید، هیچ چیزی جبران نمیکند این کم گذاشتن شما را. و این بود کلمات صدیقه طاهر، همونطور که خواستم قبلا هم از شما، بروید و بیشتر روش تدبر کنید، بدانید، بخوانید و کلمات را به استخدام بگیرید انشاءالله. همونطور که دیدید و در خدمت شما بودیم، شب اول دهه فاطمی را، این دهه که ما مشرف هستیم در ایامش، حدیث شریف کسا خوندیم و به خاطر رفع گرفتاری از همه شیعیان و موالیان و شما بیننده های محترم، امشب هم شب آخر است، حدیث کسا میخونیم. نیت اول من فرج بقیت الله لعنم عجل الله تعالی فرج و شریف هستش و رفع گرفتاری شما بیننده های محترم، هم کسانی که تماس گرفتن، التماس دعا گفتن، چه به دوستان و عزیزان، چه به بنده حقیر. انشالله همه امور رو در نظر بگیرید، طهارتی اگر ممکنه حاصل بفرمایید، اون محیط رو مهیا کنید، توجهی که لازم است به دست بیارید. حدیث شریف کسا را میخوانیم و ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. انشالله از روز شنبه ساعت 5 کربلا، یعنی دقیقا بعد از خبر ساعت 5 کربلا در خدمت شما هستیم. این برنامه قبل از مغرب کربلا خواهد بود. انشالله در خدمت شما هستیم. فردا شب سفره ام البنین داریم انشاءالله، پس امشب حوایجتون در نظر بگیرید. سال گذشته یه دست رفقا اومدن از اطراف اصفهان و اینجا سنت زیبای سمن و پزون را راه انداختن. رفتیم ازشون یک گزارشی تهیه کردیم که کارگران محترم الان مهیا کردن که به سمع و نظر شما بیننده ها برسونن و انشاءالله توفیق شد شما هم کربلا همچین سنتی را برپا کنید. با هم میبینیم. یا علی. زندگی مونه مرگت را میبینم هر شب تو این خونه، با این همه گریه معلومه که چیزی عذب نمیمونه، هر روزمون اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. سمنو در ایران سنتی که هر ساله در زمستان پخت میکنن و در ایران بیشتر به عنوان هر کسی که نذر داشته باشه، نیتی داشته باشه، به یه خواسته داشته باشه، این نیتشون برآورده میشه. و قبلا میگفتن که زمان سنت حضرت زهراست که حضرت رسول سلام الله علیه نو برای فرزندان حضرت زهرا گفت که برای امام حسن و امام حسین و حضرت زینب براشون این غذا رو پخ میکردن و در جنگ هم از این غذا استفاده میکردن، در حمایلاشون میگذاشتن و در جنگ از او به عنوان غذا میخوردن. و سه روایت از این سمنو هست
روایت اصلیش اینه که میگن که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به حضرت زهرا یاد داد که کم کم در همه جای دنیا شروع کردن به پختن و نسل کردن. یکی میگن که وقتی که حضرت زهرا در بستر مریضی بود تقاضای غذایی کرد، حضرت سلمان فرمود که ما یه غذایی داریم در ایران پخت میکنم به نام سمنو، و گفت که بیاد برام. وقتی که آوردن حضرت زهرا فرمودن که این غذا انشاءالله برای کلیه مسلمین جهان و برای آرزومندان، برای اونه که حاجت دارن حاجتشون برآورده میشه. و چند ساله میپذیر سمنو شما؟ من از کوچک که بودم حدود 9 سالم بود با یه خاله داشتم که این میرفتیم دو سمنو در نجف آباد اصفهان میپختن، من همراهشو میرفتم هم کمکشو میدم و کم کم هم یاد گرفتم از ایشون که سمنو میپختن. روایت سیوم میگن که اصل این اسم سمنو سلعن بوده، بعد از حضرت زهرا میگفتن که این سلعن، یعنی سه نفر رو لعن میکردن. و بعد در زمان حضرت امام جعفر صادق در منزل که داشته بودن میپختن و لعن میکردن، حکومت میریزن تو منزل و میگن چرا شما لعن میکنیم؟ میگن ما لعن نمیکنیم، تغییر اسم میدن میذارن سمنو سلعن، و سملعون رو برمیگردن به سمنو، اسمش رو تغییر میدن. از اون موقع دیگه سمنو پخت میکرد. گندم رو از اول بگی چطوری میگیرید برای مردم؟ ما گندم رو وقتی که میگیریم باید اول گندم خیلی پاک باشه، خوب باشه، تمیز باشه که به اصطلاح دونای درشت هم باشه، ریز نباشن، که حالت سبز شدن رو داشته باشه. ما گندم رو پاک میکنیم، ریگ و کاو و چیزا اینا که داشته باشه ازشون میگیریم و 48 ساعت در ظرف خیس میکنیم، در ظرفای بزرگ خیس میکنیم. بعد 48 ساعت ما به اصطلاح نجف آباد تنگ میذاریم، یعنی گندم از تو آب در میاریم و روی فرشی روی پارچه پهن میکنیم که کوچه کنه، میگیم کوچه. بعد 48 ساعت رو طبقای سیمی میذاریم و ریشه پیدا میکنیم. این ریشه حالت شیرینی داره، شهد داره، این شهدش باعث همین شیرینی سمنو میشه. و خود گندم هم روغن داره، وقتی که پخت میشه اینا بعد از که ما دم گذاشتیم یه روغن روش ما میشه، روغنش طبیعیه. این روغن خیلی برای استخون درد، برای کمر درد، برای پا درد، برای همه جای بدن. و قند هم شیرینی که داره قند طبیعیه، قند مصنوعی نیست. برای افرادی که میگن ما قند داریم، نه، این برای قندی ها هم خیلی هم خوبه، چون قند طبیعی مصنوعی نیست. درستانی یه برای اونایی هم که معداشون خوب کار نمیکنه اینا، برای اونا هم خیلی خوب. در صورتی که روغن رو سمنو رو نگیرن، اگر روغن روشو بگیرن اینا هم اون طرفی که میخوره معدشو اذیت میکنه و هم ترش میکنه، و غذای خیلی مقوی هم هست، چون برای همین خاطر بود که در جنگ ها ازش استفاده میکردن. کشف و کرامتی، چیزی، شفای مریضی از پای دیگه سمنو اگه تو ذهنتون هست بگید برام. اگه زبونم خیلی ارکن است که بخواهم نه بفرم اشکالی نداره بگید برام. من از این چیزا زیاد دیدم در پای دیگه اینا، من زیاد دیدم. سال گذشته، عید سال گذشته، نه قبلش، یه شخصی بود که ما نجف آباد در مسجد رسول اونجا سمنو پختیم، یه شخصی اومد گفت که میشه یکی دیگر من نذر کنم؟ گفتیم باشه چشم، یکی به عنوان نذر شما. بعد ازش که خواستیم گفت که من 14 سال بچه دار نشدم و به نیت بچه دار میخوام، ولی این عید امسال که اومد گفت که دو تا دیگار برام بذارید. وقتی که گذاشتم گفت که خدا دو تا بچه دوقلو بهم داده.
یکی از کراماتش است که من دیدم. حاج آقا چند سال پای دیگ آتیش خوردین، دود خوردین، از خدا چی میخوان؟ از خدا فرج آقا امام زمان فقط. فقط هیچ حاجت دیگه ندارین؟ شفای مریضا، این جوانا رو به راه راست هدایت کنه. بله شفای مریضا، به خصوص شفای مریضا، فرج آقا امام زمان. یا علی ممنون. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. آنچنان ضرب لگد از نفس انداخت مرام که هم آغوش غم مرگ پسر ساخت مرام. زن همسایه دیوار به دیوار بر من آمد و نشناخ مرا. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علم. يا فارس الحجاز ادركني، يا بقية الله ادركني، يا أبا صالح المهدي ادركني ولا تهلكني بإذن الله وبإذن رسوله وبإذنك يا مولاي يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الظلم. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم. فقلت وعليك السلام يا
ولدي ويا قرة عيني. فقال لي يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدام يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. روز امام حسن تو کربلا خوندن صفای غریبی دارم. شب آخر آقا جان یا عبدالله، اسمی از برادر کریمتان بیارم. حتما شما و قمر الولای عنایت میکنید. قربانان آقایی که الان حتی یک شمع هم کنار مزارش نیست. چندین سال گذشته است در مجلسی همه جمع، هر که بلند میشد یه حرفی میزد مینشست. یه نفر بلند شد حرف بزنه، دیدن امام مجتبی چشمان مبارکش بر عشق شد. رگای گردن حضرتش متورم شد. فرمود تو بشین، تو حرف نزن، اینو بیرونش کنید از مجلس. گفتن آقا چه شد؟ چرایی طور به هم ریختید یا ابن رسول الله؟ فرمود نمیخوام صداش رو بشنوم، مگر نمیشناسید کیستین مرد؟ گفتن نه آقا. فرمود این مغیره است. رو کردن به مغیره گفتن یا با عبدالله، عبارت برادرتونه. عذر میخوام، محضر شما میگم. فرمود به مغیره انت الذی ضربت امی حتی ادمیت. مغیره تو بود انقدر مادرم رو زدی تا خون از بدن مادرم سرازیر. يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك.
فدخل معهما تحت الكساء. اینجا ابی عبدالله جدش رسول خدا رو مخاطب سلام قرار داد. رسول خدا جواب داد، اذن ورود گرفت وارد شد. مردم کربلا دیگه مقدمه نمیخواد، یه وقت و ساعتی رسید در این سرزمین که شقیقه الحسین عقیله بنی هاشم بالای امین تل زینبی جدش رسول خدا رو مخاطب قرار داد. صدا زد یا رسول الله صلا علیک ملائکت السما. بعد این جمله دیگه قطعا هیچ دلی در هیچ جای عالم نیست مگر منکسر شود، انشالله توجه خاص پیدا کند. یا مقلب القلوب یا حسین صلا علیک ملائکت السما، هذا حسین بالعام مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا. اخي بگذار همین جا بخوام از ابی عبدالله آقا، هر چشمی توی عبارات عشق ریزان شد قسمتش کن ظهر عاشورا کربلا باشه، بجنود مقتل شما را. صدا زد یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سیده دست و پا زده در خون حسین تو. ثم اتیت نحو الکسا وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام، يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام، يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم
وسلم لمن سلم ومعد لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسى. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسى؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحيا لا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي يا علي يا علي يا علي يا أبا المظلوم يا أمير المؤمنين سفينا أخت حرب ومبارزة وجنگ مد خدمة أمير المؤمنين يا علي محاسنتون تمام سفيد شده
آقا جان رسم مبارزه و جنگ و هربین دلاور محاسنش رو خضاب میکنه پیدا نباشه پیر مردم. آقا نمیخواید خضاب کنید یه نگاه کرد امیر المؤمنین فرمود نحن قوم فی العزا. والقه 25 سال گذشته است ولی امیر المؤمنین فرمود من عزا دارم. یا علی جبا کنار مزار فاطمه اش قرآن میخواند علی. خدا به ناله های امیر المؤمنین فرج منتقمشون رو برسد. یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا و صفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا آدم فی محفل من محافل اهل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. ورب الكعبة يا ابو عبد الله مدد از شما ساقا. اینجا پنجتن طیبه صلوات الله علیه مجمعین دور هم جمع شدن. مردم شب آخر انجمنمون انشاءالله همه یوائج روا شود. همان خمسه طیبه ای که دور عرش الهی جمع بود انوارشان، همان پنجتنی که آدم خدا رو به آنها قسم داد که عرض داش خدا یا عند ذکر الخامس ینکسر قلبی. خدا اسم حسین چیه تا به زبون جاری میکنم قلبم میشکنم. خدا روز همان پنج سنی که موسی کلیم متوسل شد، عیسی روح الله متوسل شد، باعث نجات کشتی نوح نبی بودن، تحت کسای یمانی گردم جمع شدن. مردم هر وقت پنجتن طیب دورم جمع می شدن هوا اجروا می شد، خیرات و برکات نازل می شد. الانم روزه پنجتن می خواد. آیا بازم این پنجتن دورم جمع شدن؟ آری یک جای دیگه هم پنج نور مقدس گردم جمع شدن. یا با عبدالله میگم امشب شیعات گریه کنن حسین. جمال ساربان است راوی این خبر گفت من خودم رو مخفی کردم بین کشته هم به طمع بند خزبی عبدالله رفته بودم. یه وقت دیدم صدا میاد طرقو طرقو راه باز کن. هودجی از آسمان نشست کنار قتلگام. انوار طیبه از این هودج نازل شدن. یا الله ای خاتم الانبیاست صدا می زند ای وای حسین. یا الله امیر المؤمنین نازل شد، امام مجتبی نشستن، معاجز کربلا سینا مردم، ابی عبدالله سلام کرد یا جدا نبودی
صبح زال آب را بر خیمه هام بستن، شب شب آخر از صدای یا حسینتون رو برسونید کربلا مردم. یا ابا یا علی نبودید جوانام و شهید کردن، یا الله برادرم حسن نبودیم چه کردن در این سرزمین با من. همه خمسه طیبه شروع کردن به نال زدن و گریه کردن، حسب نقل صاحب بحر المصائب و خمیر المؤمنین نگاه کردن. صدیقه طاهره نیست بین جمع، فرمود فاطمه هم کجاست؟ ملکی صدا زد یا علی فاطمه شما داشت می آمد کنار قتلگام، اما گذرش خورد به خیمه دارالحرب. بدن علی اکبر را دید از فاطمه قش کرد. آخه امیرالمؤمنین رفتن فاطمه را، یا زهرا یا با عبدالله شاهد این گونه روزه نخوندم. صدیقه طاهره رسید صدا زد ولدی قتلوك وما عرف هو من شرب الماء منعوك حسینم تو را کشند و یک جرعه آب به لبهای تشنت ندادن. یا الله یه وقت رو کرد عرض داشت یا ابتا یا رسول الله اجازه میدهید موهامو به خون حسینم خضاب. فرموداری فاطمه من هم محاسنم را به خون حسین از خضاب. باب المهموم حتى قضايام باب العطشان حتى مضام. خدا به عظمت خمسه طیبه، خدا به قرب خمسه طیبه، خدا به جلالت خمسه طیبه. الان اصطاع حکم فرج بقیت الله امضا بفرما. قلب حضرتش از دست ما راضی و خوشنود بگردان. خدا تو آگاهی هر که به هر نیت و حاجتی الان نشسته است، سراسر عالم گرفتارن، مریض دارن، هیچ درگاه و غیر درگاه خودت یعنی درگاه حضرات اهل بیت نمیشناسن محبین. خدایا از خزانه غیبت به ید قمر بنی هاشم الان و اصطاع حاجت روا بگردان. بقیه غیبتش رو به مادرش فاطمه ببخش. خدا این قلیل توجه و توسل از رفقای شبکه و هر کسی که ما رو یاری کرده است به احسن وجه قبول به فرمار زوی زیارت ابی عبدالله. به دل ایش زاده ای مگذار، هر جای عالمید هدیه محضر علی ابن موسر رضا بلند صلوات. نشان از بقا نبود زهرا، اگر نبود نشان از بقا نبود خلقت، اگر نبود ظهور خدا نبود خلقت، اگر نبود ظهور خدا نبود. بر محور محبت او شد جهان بنا، بر محور محبت او شد جهان بنا. بی این عمود خیمه هستی به پا نبود، بی این عمود خیمه هستی به پا نبود. حبل المتین فقط قصه بود و بس، حبل المتین فقط قصه بود و بس. گرشته های چادر خیر النساء، گرشته های چادر خیر و
بود حبل المتین عشق فقط قصه بود و بس گر رشته های چادر خیر النسا نبود میزد اگر نبوت او را خدا رقم میزد اگر نبوت او را خدا رقم دیگر نیاز آمدن انبیا نبود دیگر نیاز انبیا نبود میزد اگر نبوت او را خدا رقم میزد اگر نبوت او را خدا رقم دیگر نیاز آمدن انبیا نبود محشر الالعبد محشر الالعبد به درازا کشیده بود محشر الالعبد به درازا کشیده بود محشر الالعبد به درازا کشیده بود زهرا اگر شفیع روز جزا نبود زهرا اگر شفیع روز بود زهرا اگر نبود حسینی به جا نبود زهرا اگر نبود حسینی به جا نبود بی فاطمی صحبتی از کربلا نبود بی فاطمی صحبتی از کربلا نبود زهرا لباس آخرتش از بهش بود سهم حسین وای که جز بوریا نبود دستش اگر به پای ولایت نمی شکست دستی کنار علقمه هستن جدا نبود با اما با اما با اما ای مهربون چرا رو چادرت لکه خون نمیدی چرا به من رو تو نشون بمیره علی که شد قدت کمون ای مهربون بی تو از زندگی بیزار و خسته پای درد دلای تو نشسته خودت این همه درد داری ولی با خیره ای به رد تناب دست از زبون امیرالمومنین بگید نرو خانوم خونه بگو نرو خانوم خونه رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة حراير كربلا حزن الفواطم ت
دور بغامی